درود به همه عزیزان. امروز می‌خوایم عملکرد مقاومت‌ها رو بررسی کنیم و ببینیم این قطعه ظاهراً ساده چطور در مدار کار می‌کنه. پس بدون اتلاف وقت بریم سراغ اصل مطلب. مقاومت واقعاً چیه؟ مقاومت قطعه‌ایه که در برابر عبور جریان الکتریکی مخالفت می‌کنه. یعنی اجازه نمیده الکترون‌ها آزادانه حرکت کنند و مقدار جریان رو محدود می‌کنه. در خصوص فرق ولتاژ، جریان، توان و مقاومت که لینکش رو پایین توی دیسکریپشن قرار میدم یا در انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. در ابتدا بهتره بدونیم یک مقاومت از چند بخش اصلی تشکیل شده. داخل یک مقاومت معمولاً سه قسمت اصلی وجود داره. ماده مقاومتی که این بخش تعیین میکنه مقدار مقاومت چقدر باشه. و همینطور جنسش میتونه از کربن، لایه‌های فلزی یا سیمپیچ‌های خیلی نازک باشه. در واقع همین نوع ماده مقاومتیه که مشخص می‌کنه دقیقاً جریان رو چقدر محدود کنه. مورد بعد سیم یا همون ترمینال‌ها هستن. اینها پایه فلزی هستن که جریان از یه طرف وارد میشه و از طرف دیگه هم خارج میشه. در واقع مسیر اتصال مقاومت به مدارمون هستن. مورد آخر همون کپسول یا پوشش محافظ روی بدنه مقاومته. معمولاً از جنس سرامیک یا پلاستیک ساخته میشه و وظیفش هم محافظت از ماده مقاومتی در برابر حرارت، رطوبت و ضربه است. در خصوص شناخت انواع مقاومت و خوندن مقدار مقاومت که همون حلقه های رنگی روی بدنه شامل میشن هم یک ویدیو دارم که لینکش رو پایین توی دیسکریپشن قرار میدم یا در انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. حالا واقعا مقاومت چطور کار میکنه؟ ما در اینجا یک جریان نسبتاً سنگین رو وارد مقاومت میکنیم. جریان که وارد مقاومت میشه با یک نیروی مخالف روبرو میشه. نتیجه این برخورد چند اتفاق مهمه. اولی تولید گرما. بخشی از انرژی الکتریکی به حرارت تبدیل میشه. به همین دلیل مقاومت‌ها در مدارهایی با توان بالا سریع‌تر گرم میشن. مورد دوم افت ولتاژ هست. چون مقاومت جلوی جریان رو میگیره باعث میشه ولتاژ دو سر مقاومت کاهش پیدا بکنه. این بود نحوه عملکرد یک مقاومت در مدار و اجزای داخلش. اگه برات جالب و مفید بود حتما این ویدیو رو لایک کن، کانال ما رو هم داشته باش که کلی انیمیشن های علمی در راه داریم. تا دیداری بعد، بدرود.